سلام شاگردهای عزیز امید که همه شما سعادتمند باشین درس روز گذشته را فهمیده باشین کار خانگی مربوطش انجام داده باشین و امروز به درس جدید شما آماده باشین آماده بودن به درس جدید به این معنی است که شما قلم، کتاب، کتابچه و بکس هندسی با خود داشته باشین تا نکات مهم درس شما یادداشت کنین حتما درس روز گذشته به یاد شما است که ما شما خوانده بودیم قطره های لوزی یا معین خواست قطره های معین و لوزی توری بود که گفتیم این قطره هم تنصیف میکنه و در بینشان زاوی قایمه تشکیل میشه یعنی قطره ها بین هم زاوی 90 درجه را میسازن درس امروزی که ما شما البته پیشکش میکنیم عنوانش هستن خلاصه فصل ششم و رهنبود سوالات این فصل یعنی ما شما خلاص فصل ششم به رساندیم فعلا فقط ایره مرور میکنیم عزیزا شما بیاد دارین که در دا ختم هر درس بر شما خلاصه درس تشریح میشد و وقتی که فصل با پایان خود میرسه در اینجا هم باید فشرده این یعنی فصل بر شما باید گفته شود که این موضوعی ما شما امروز این, این موضوع هستن که یعنی خلاصه فصل ششم و رانه سوالات این فصل چون در ختم هر فصل تمرین وجود داره بنابراین شما باید راهنمای تمرین هم در این فصل این درس صفحاتی که در بر میگیره ای دست صفحات 179 و 180 است که ما شما داریم تا ختم درس از شما نکات کلیدی فصل شما بفهمین و بیان کرده بتانین و همچنان تاریخ هر سوالات را فرا بگیرین و طبق راهنمود سوالات شما حل کرده بتانین ببین از شما البته در شروع فصل یعنی عنوان فصل ما شما بود خطوط موازی و عمود در خطوط موازی و عمود برای شما یک بار تکرار میکنیم که دو خط مستقیمی که در یک مستوی قرار دارند و خودشان با ام... یا امتدادشان نقطه مشترکی نداشته باشند با هم موازی هم. ببین ایزا ای بی و سی دی اینا نقطه مشترک ندارند و یا هر قدر که امتداد داده شوند امتداد یافتی از یا دیگر قطع نمیکنن کنند به نام خط ای بی موازی با سی دی بعد ما شما گفته بودیم که هر دو خط بالای خط سیومی امود باشند در بین خود موازی استن ببین ایزا خط CD و خط ای اف بالای خط ای بی عمود هستند پس باید خط CD دی موازی با ای اف باشه اینجا نوشته کردیم CD دی موازی با EF اف با و باز ما شما گفتیم دو خط زمان با هم دیگه عمود هستند که زاویه بینشان چند درجه باشه 90 درجه باشه ببینین خط C بالای خط ای بی زاویه 90 درجه را می بنانی دو خط با هم چی هستن؟ عمود خب بعد ما شما زوایای متبادله را خوانده بودیم در زوایای متبادله ما شما گفته بودیم که هرگاه دو خط موازی توسط یک قاطع خط شوه در اینجا زوایای متبادله داخلی و خارجی را ایجاد میکنند ببینید ازا در اینجا خط AB ای با CD موازی است و قاطع EF اردوی خط قطع کرده است ده اینجا ببینید زوای متبادله داخلی و خارجی ایجاد شده که در رسم بر شما نشان می ببینید زاویه 3 مسائی میشه شود به زاویه 5 قرار متبادله داخلی یعنی ببینید زاویه 3 به طرف راست قاطع قرار داره و زاویه 5 به طرف چپ قاطع قاطع و همچانا زاویه 4 مسائی بشود به زاویه 6 هم قرار به زاویه متبادله داخلی زاویه متبادله خارجی ببینید زاویه یک مسائی می و زاویه دو مساوی میشه با زاویه هشت اینا قرار زوایای متبادلی خارجی با هم مساوی هستند. و همچنان گفته میتونیم که ارگا بگیم که دو خط توسط یک خط قطع شوه در صورت که زوایای متبادلی مساوی را بسازن این دو خط با هم چی هستند؟ موازی هستند. بعد ما شما زوایای متوافقه را خوانده بودیم گفتیم که هرگاه دو خط موازی توسط یک قاطع قطع شوه در اینج زاویه متوافق همساویر ایجاد میکنه ببینید اگر AB با CD موازی است و خط EF ای اینا را قطع کرده زاویه متوافقی که تشکیل میشه ببینید زاویه 1 مساوی با زاویه 5 یعنی یکیش خارجی دیگهش داخلی و به یک طرف خط قاطع واقع هستند زاویه 2 مساوی میشه با زاویه 6 زاویه 4 مساوی با زاویه 8 و زاویه 3 مساوی میشه با زاویه A. و اگر دو خط مستقیم توسط قاطع قطع شود طوری که زاویه متوافقه مساوی را بسازند این دو خط با هم موازی هستند بعد ما شما زوایای خانده بودیم که به یک طرف خط قاطع ایجاد میشه یعنی ما شما گفته بودیم که اگر دو خط مستقیم موازی توسط یک قاطع قطع شوه زوایای های یک طرف خط قاطع داخلی ایجاد میشه که زوایایشان مساوی میشه و مجموعشان 180 درجه میشه میبینید نزداد در اینجا خط AB و CD با هم است و خط FE ایها را خطه کرده در اینجا ببینید دو جور از زوایا ایجاد شده یعنی یک و چار و دو و سه که هر دوش داخلی هستن اگر یک با چار جمع کنیم مساوی میشه و 180 درجه میشه و اگر زاویه دو را با سه جمع کنیم هم مساوی میشه به 180 درجه میشه که جبر شما نوشته کردیم زاویه یک جمع 4 مساوی به 180 درجه و دو جمع 3 مساوی به 180 درجه ببینید در اینجا پیشتر گفتیم اگر زاویه یک جمع 4 مساوی میشه به 180 درجه است و دو جمع 3 مساوی به 180 درجه باشند پس بنا به او خط ای بی موازی با خط چی هستند سی دی هستند و توسط قاطع ای اف خط بعد ما شما متوازدار را خوانده بودیم گفتیم که متوازدار به چاردلی گفته میشه که از لایشان دو به دو با هم مساوی و موازی باشه ببینید در این ای ای شکل ما شما متوازدار از راست زل A B که زل مقابل شبارت از C دیست با هم مساوی است و همچنان زل ای که زل مقابل شبارت از B دیست با هم مساوی هستند و ما شما گفته بودیم که زوایای از یا دو به دو مقابلتان با هم چی هستن مساوی یعنی زاویه C مساوی میشه با زاویه 20 و همچنان زاویه A مساوی میشه با زاویه D دی. دیگه قطرای متوازی الاضلاع رو ما شما گفته بودیم قطرای متوازی الاضلاع هم دیگه را چی میسازن, تنصیف میسازن. یعنی AE ای ای مساوی میشه با ED دی و همچنان سی ای مساوی میشه با ای بی. بعد ما شما مستطیل خوانده بودیم قطرای مستطیل گفته بودیم که با هم مساوی هستند و همدیگر را میکنن یعنی طول AD قطر مساوی میشه با بی سی و همچنان هم را تنصیف میکنن یعنی سی ای مساوی میشه با ای بی و ای ای مساوی میشه با ای دی و مستطیل ار چار زاویش قایم هم میباشن یعنی نوات درجه میباشن بعد ما شما لوزی را خانده بودیم خاصیت قطرهای لوزی را که درس گذشته شما بود البته شما یاد دارین که لاوزی هر چهار زلش با هم مساوی است یعنی بی سی مساوی میشه به سی دی مساوی میشه به دی ای مساوی میشه به ای بی و خطرهای از طوری خاصیت دارند که هم هم دیگر را تنسیخ میکنن و هم در بین خود زاوی قائمه را تشکیل میدن یعنی ای ای مساوی میشه به ای سی و بی ای مساوی میشه به ای دی و هم ببینید در بینشان زاوی 90 درجه تشکیل شده یعنی از تقاطع دو قطر همیشه عمودن هم دیگه خدا قطع میکنن بعد ما شما مربع را خوانده بودیم در مربع هم خواص قطرایش گفته بودیم به این دارای سه خواص هم است. یکی که طول قطرای مربع با هم مساوی می باشد دوم هم را تنصیف میکنه و سیم زاویه بینشان 90 درجه می باشد. یعنی ای دی مساوی می باشه با بی سی و همچنان ای ای e مساوی میشه با ای e, دی و بی ای e مساوی میشه با ای e, و هم ببینید زاویه 90 درجه در بینشان تشکیل شده خب حالا چون ما شما گفته بودیم که مجموع زوایای خارجی یک چارزیلی هم 360 درجه است و مجموعی زوایای داخلی شان هم هم 360 درجه می باشه و خواست متواجد را که ما شما گفته بودیم که متواجد از لا به گفته میشه که از لایشان دو به دو با هم مساوی موازی و زوای مقابلشان با هم مساوی باشد. در اینجا در دیاگرام من نشان داده که متوازیل از لا عبارت از هم معین متوازی از بوده میتونه، هم مربع و هم مستطی یعنی یاد دارای خواست مشترک هستند خب این بود خلاصه فصل، آل می میرسیم به موضوع رهنمود حل سوالات. عزیزا در سوالاتی که در فصل ششم به کار رفته، پنج نوه سوالات به کار رفته. یعنی یکش. ارائه جواب برایت شکل داده شده بر شما ده تمرین یک شکل داده شما گفته که برایت شکل شما چی کنین؟ البته سوال جواب بگوین دومش است خانپوری جدول یک جدول بر شما داده که تب قضو جدول شما باید برای خانپوری کنین تب قره که ما بر شما البته راهنمایی میکنم و بعد مطابق قره نمایی ما شما جدول خانپوری کنین سوم سوالات سه جواب است دهی تمرین چهارم سوالات سه و غلط است و پنجم سوالات تشریح از 5 پنج نمونه یک سوال خدمت شما ما حل میکنم ببینید، حالت اولش بود که ارائه جواب برای شکل های داده شده در اینجا دیدار شما ببینید، شکل ها برای شما داده گفته در کدام یک از زیر دو قده خط ای بی و سی دی موازی هست یعنی چهار شکل برای شما داده ببینید. در اینجا ببینید، زوایای های متبادلی داخلی 60 درجه مسئله به 60 درجه پس باید ایج ای موازی با CD دی باشه خوب عزیزا در این رسم ببینید در اینجا ببینید دو زاویه تشکیل شده 50 درجه است دیگه 40 درجه است یعنی خط AB و CD را این قاطع خط قطع کرده اما این دو زاویه با هم مساوی نیست بناً AB با CD موازی نیست در اینجا نوشته کردیم ببینید زا AB موازی نیست با CD در این رسم ببین در اینجا ببینید 70 درجه و 110 درجه زاویای متقومه داخلی یک طرف خط قاطع ما و شما خوانده بودیم که اگر جمعش کنیم 110 درجه جمع 70 درجه میشه 180 درجه پس بناً در این صورت خط AB با CD موازی است در ای رسم می رسیم، اینجا رسیم این جوری نه دو زاویه متوافقه تشکیل شده یعنی 80 درجه مساوی میشه به 80 درجه پس بناً در این خط در این شست شما میبینید که AB با CD موازی است این بود یک نمونه سوال که برایت رسم بود دوم خانپوری جدول برایت هدایت و مشخصات سوارات ارائه شده ببینید طور نمونه در جدول یک برای شما داده ما دو سوالش هم برای شما حل میکنم طبق را نمود جدول متباقی خانه هایی که از شما او را خانه کنید ببینین جدول در این جدول ببینین هر خاصیتی که چارزلی ها دارند در مقابلان علامه یعنی چک مارک را بگذارید یعنی علامه را. در اینجا نوشته از این جدول طرف چپش نوشته از خاصیت ها کل خاصیت ها را در این تا پایین ذکر کردن در اینجا نامش گذاشته متوازی لازلا، مستطیل، لوزی و مربع در اینجا این خاصیت ها گفته قطرها یکدیگر را نصف می کنند ببینیم ما شما خوانده بودیم که قطرها در متوازی لازلا هم دیگر را تنصیف می که هم متوازی لازلا داره, داره خاصیت است هم مستطیل است هم لوزی است و هم مربع است یعنی هر چهار شما چک مار کردید به اینکه یعنی هر چهار خاصیت در ثبت میکنه دوم شو ببینید قطرها با هم مساوی اند قطرها در کدام چهار مساوی بود یکی در مستطیل با هم مساوی بود و دیگه در کدام در مربع این دو خانه دیگه ش سفید گذاشتیم با این امی ترتیب شما ستون های دیگه را مثل که خانه پوری کردم، شما چیکنین خانه پوری کنید بسیار خوب سوالات دیگه که در اینجا با... کار رفته سوالات سه جواب است لیکن از نام از پیدا سجدا که سه جواب بر شما داده یعنی بر شما یک سوال داده بر سه جواب داده از این سه جواب یکیش درست است شما یک دور حلقه کنید ببینید ما در اینجا یک سوال بر شما حل کردیم سوال پنجم کتاب شما جواب درست را انتخاب کنید وقتی که از تقاطع دو خط مستقیم با یک قاطع زاویه های متبادل مساوی تشکیل شود این دو خط با هم A عمودند B موازی اند C متقاطع اند شما میبینید که جزء بیش شما درست است پس جزء بی را ما چک کردیم حلقه کردیم یعنی نشانی کردیم شما میتونید حلقه کنید، چک مارک بزنین یاد دورش خط بگیرین هر قسمی که شما لازم میبینید خب قسمت چهارمش سوالات صحیح و غلط است در این جملات داده شده را خوب به دقت مطالعه نمایید جملاتی که صحیح یعنی درست است پیشوری یا حرف ساد و جملاتی غلط یا نادرست است حرف غین بگذارید مثل مثال زید ببینید سوال نوم تمرین شما کدام یک از جملات زیر درست و کدام نادرستند خطره های متوازی با هم مساوی اند آیا خطرهای های متوازی با هم مساوی بود نه پس اینجا نوشته کردیم این جمله غلط است نوشته کردیم غین دومش خطرهای های مربع بر یکدیگر عمودند بله عمود است درست است من نوشته کردیم سات شما همچنان دیگه سوال های مربوط به می سوالات سی و غلط است بسیار دقیق بخوانی و او جمله که سعی زد پیش روش سواد بگذارین و او جمله که غلط است پیش غین بگذارین آخرین نمونه سوال سوالات تشریح است در این نوع سوالات باید جواب مکمل ارائه گردد مثلا سوال یازدهم را چنین حل میداریم ببینید این سوالات طوری هستند که یا مکمل سوال حل میکنین یا مکمل شفایی به او جواب میگین در این سوال گفته اگر یک زاویه متوازی اجزا 55 درجه باشد سه زاویه دیگری متوازی اجزا را دریابید تنها این جمله را برای شما داده اما ببینید ما برای شما را حل کردیم یعنی متوازی اجزا را رسم کردیم در متوازی اجزا گفته یک زاویه 55 درجه باشه نوشته کردیم این زاویه 55 درجه چون در متوازی اجزا خواصش توری است که زوای مقابل با هم مساوی است زاویه مقابلش ما 55 درجه انتخاب کردیم بعد این زاویه یک و دو را باید دریافت کنم نوشته می کنم که زاویه یک درجه جمع 55 درجه باید مساوی 180 درجه شود قرار زاویه متمامی داخلی یک طرف خط خاطی ببینید نوشته کردیم 55 درجه جمع زاویه یک مساوی 180 درجه از اینجا زاویه یک مساوی می شود 55 درجه را به طرف راست معادله انتخاب انتخاب دادیم علامش منفی شده از 180 که منفی کنیم چند میشن؟ 125 درجه چون زاویه یک مساوی 125 درجه شد به نوع زاویه مقابلش که بارد زاویه دوستی هم مساوی میشه به 125 درجه به این شکل تمام سوالات که بر شما داده شده مکمل شما حلش میکنیم خب آله میرسیم البته با پایان فصل البته فصل ششم که با سوالات بر شما حل کردم سوالات به پایان خود میرسه و البته با ختم شدن از این ما شما میرسیم به فصل هفتم فصل هفتم و ما و شما البته موضوعش احسایی است یا استاتستیک است که با مسائل از او بخیرده در, در بعدی میپردازیم اولین درس بعدی ما و شما روش جمعوری اطلاعات است که ما در درس بعدی خدمت شما حاضر تا درس بعدی همه شما عزیزا را به خداوند پاک مسپارم از توجه شما تشکر